به نام خدا و با عرض سلام خدمت همه بیننده های خوب تلویزیون افغان، امیدوار هستم خوب باشند، صحت و سلامت، ایام و روزگارتان خوش بگذره. در خدمت شما قرار گرفتیم تا یک ساعت دیگر در برنامه نظر شما حضور داریم و شما میتونن که همین اکنون تماس داشته باشند، به عنوان یک شهروند نظریاتتان، دیدگاهتان، حرف سخنتان مرتبط به موضوع برنامه شریک بسازن. موضوع امشب برنامه تاکید بر خروج نیروهای آمریکایی و پایان یافتن جنگ طولانی در افغانستان است و شماره هایی که شما را به استودیو وصل میکند 07834948 است و 07987744446. این شماره ها در اسکرین تلویزیونتون هم زیر نویس شده و از اون طریق هم میشه که شماره ها را دریافت کنند و تماس هایتون داشته باشیم. و اما در نخست برنامه ما از همه عزیزان که تماس میگیرند خواهش میکنم که خیلی کوتاه، فشرده، دقیق و همچنان مبتنی بر حقیقت صحبت داشته باشند و همچنان عفت کلام مد نظر بگیرند و خیلی صمیمانه همیشه که نظریاتتون شریک بسازن. و اما قبل از اینکه تماس های شما را وصل کنم، مقدمه کوتاه را مرتبط به موضوع برنامه به خوانش میگیرم. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نخستین سخنرانیش در کنگره این کشور بار دیگر بر پایان یافتن جنگ افغانستان تاکید کرده و گفته است که نیروهای آمریکایی باید خاک افغانستان را ترک کنند. آقای جو بایدن در کنگره آمریکا گفته است که این کشور طولانی ترین جنگش را در افغانستان سپری کرده و همکنون نظامیان از آمریکا در افغانستان حضور دارند که پس از حملات 11 سپتامبر 2001 متولد شدند. رئیس جمهور آمریکا افزوده که نیروهای این کشور عدالت را بالای اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده تطبیق کرده و تهدید تروریستی این شبکه در افغانستان را تنزیل دادند. او گفته است که بعد از 20 سال مبارزه با گروه‌های تروریستی وقت آن رسیده است که این نیروها به خانه هایشون برگردند. او تاکید کرده است که جنگ این کشور در افغانستان به معنای ملت سازی نبوده و این فقط برای سرکوب تروریست هایی که در 11 سپتامبر به آمریکا حمله کردند بوده است. با این حال جو بایدن یادآور شده است که اکنون تهدید تروریسم از مرزهای افغانستان فراتر رفته است. بایدن افزوده است که آمریکا قابلیت سرکوب تهدیدات را در آینده حفظ و تهدیداتی که از هر جای منشأ بگیرد را نابود خواهد کرد. همزمان با این وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که برای مسئول ساختن این روند 650 سرباز تازه نفس را به افغانستان اعزام میکند. و حالا هم میریم سراغ تماس های شما و نخستین تماس وصل میکنیم ببینیم کدام دوست ما هستند و از کجا تماس گرفتند و چی گفتنی دارند. سلام و شبتان بخیر، بفرمایید خود معرفی کنند. سلام بر شما، تماس شما وصل است، بفرمایید خود معرفی کنند. بسیار تشکر. آقای مرزایی، من میخوام که نظر شما را به عنوان یک شهروند داشته باشم در مورد حضور بیش از 20 ساله آمریکا در افغانستان. چقدر منفعت داشته برای مردم افغانستان و چه تحول شکل گرفته نسبت به سالی که آمدن به افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه شما و دست هم در کارا و بیننده ها و شنوندگان بسیار محترم شما، ببینیم ما از روز اول به شما گفتیم که افغانستان منتظر یک صلح دائمی، یک آتش‌بس دائمی است. دوباره به دم حرفهای خود دنبال میکنیم و بازن بگیم که در جنگ هیچ کس برنده نیست و آخرین جنگ صلح است. ما این را میگیم که یک کشتی شکسته در بحره های ترکیه در حرکت است. هر تنظیم سیاسی چی اسلامی باشد، چی دموکرات باشد، چی لیبرال باشد، اگر خود به یک کشتی صلح رساندن در یک قسمت یک گوشه از یک کشتی اگر جایی گرفتن، درست، یک کشتی حتما به ساحل میرسه و در خشکه میرسه و این انشاءالله را نتیجه میده. چی طالب در این مذاکره شرکت بکنن نکنن، چی تنظیم های سیاسی و بعضی گروه های دیگر که اگر در اینجا شامل شود نشود، صلح در افغانستان آمده نیست و دیگر مردم افغانستان طرفدار هیچ نوع جنگ، هیچ نوع خشونت در افغانستان نیست. انشاءالله که جنگ رو به تمامی است. دیشب هم خدمتتان گفتیم که پریشب گفتیم ما در یک گذر هستیم که فعلا در این دو سال گذر جنگ و صلح در این وسط یک فشارهایی را دشمن برای مردم افغانستان متحمل میکنه که قربانی زیاد را بگیره که ما شما به چشمتر رو این وضعها میبینیم. و ما خوشبینی ما از اینست که امریکا زودتر باز هم تکراری میگم هرچه زودتر از افغانستان امریکا براید و رئیس جمهور امریکا باید به مردم افغانستان غرامت جنگی دوستانه رو باید تعمیل بکنن. این قدر نفوت افغانستانی که از بین بود به فلاهای قسم و قسم فلاهای نو جدید خود در افغانستان اکسرسایز کرد و تمرین کرد و بالاخره
از این تمرینات سمایشم که افغانستان ختم شد، یعنی ساحه بردش، ساحه تخریفش از همه همه در دسته های ایلمن اینا اکسرپایز کردن و دیدن و برسیدن که معلوم دارست که در افغانستان در توسط جنگ هیچ کس در افغانستان در طول تاریخ هیچ کسی موفق نشده و امریکا نه که اگر تمام دنیا میدجا شده در مردم افغانستان حکومت دنگور تحمیل کرده نمیتونه، فقط مردم افغانستان هستی که همدیگر خود باید تحمل بکنه و مردم ملت های اکثریت و اقلیت باید به همدیگر مثل دو تا برادر، مثل چهار تا برادر، مثل ده تا برادر درست. با همدیگر زندگی بکنه، سهل و بندی بکنه و بالاخره افغانستان از این منجمیق نجات بده. ما طرفدار سخت این جلسه ترکیه را طرفدارش هستیم و جلسه ترکیه انشاءالله که در مردم افغانستان بازم مجده میکن که این پایان نقطه پایان جنگ در افغانستان هست. چی کسی بخواید، چی پاکستان بخواید نخواید، چی ایران بخواید نخواید، چی کشورهای زیدخ در منطقه بخواید نخواید، جنگ در افغانستان جنگ طولانی است. جنگ دیگه مردم افغانستان خسته شده، از مردم افغانستان زیاد قربانی گرفته. او شب هم براتون گفتم که حتی فامیل های طالبی که امروز در مبارزه با مردم افغانستان در جنگ است، اما زن و بچه‌شان قبول نمی‌کنه که درست بره در جبهه در برابر دولت بجنگه. احیانا اگر طالب هم در مذاکره میره براتون میگم که ان شاء الله که در زور سوطه هم طالب ها در مذاکره استانبول حاضر نشه. احیانا اگر حاضر نشد مردم افغانستان زن و مردشان حاضر است که صلاح ور داره و از حکومت مرکزی خود حمایت بکنه و بر ضد تروریسم و بر ضد جنایتکارایی که سالهای سال از مردم افغانستان قربانی گرفته و آماده دفاع. تشکر از شما. بسیار تشکر آقای مرزایی، ممنون از شما که تماس گرفتن. شبتان بخیر. سلامت باشید. شما موفق باشید. سپاسگزارم از شما. بیننده های عزیز، برنامه نظر شما هست. همین اکنون در خدمت شما قرار داریم. میتونن که به گونه مستقیم در برنامه تماس داشته باشن و شماره هایی که شما را به استودیو وصل میکنه در اسکرین تلویزیونتون زیرنویس شده، میتونن که از اون طریق دریافت کنن شماره ها را و تماس بگیرن. حالا هم تماس بعدی را وصل میکنه، ببینیم کدام دوست ما هستن. سلام، شبتون بخیر. السلام علیکم. علیکم السلام. اسم شما و از کجا تماس گرفتن؟ محمد از مکان کوه. بسیار تشکر آقای محمد. موضوع برنامه را اگر گرفته باشن میخوایم که نظر شما را داشته باشن. من گرفتم. بسیار خوب، بفرمایید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرمه هیچ وقت کافر دوست مسلمان نمیشه. امریکا و جد تیمور هیچ منطقه به افغانستان نرسنده غیر از جنگ. درست است. حالا در آستانه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان قرار داریم. به شدت و تأکیدن رهبری حکومت آمریکا بر خروج نیروهایش از افغانستان تأکید می‌ورزه. فکر می‌کنند که چه تحول شکل خواهد گرفت پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان؟ کوشش کنند که زودتر برن و افغانستان دست هم بدن و خودکفاشان افغانستان مردم بشه. پیش از این که بسیار وقت پیش باید امریکا و افغانستان نگامد که افغانستان خود کفا میشد. درست است. در بین خود جور میامده. درست. تشکر. صحبت دیگه اگر باقی نیست شبتان بخیر. شما را به گونه مستقیم به برنامه وصل میکند. دو انتظار تماس های شما را دارم. ما حالا هم که تماس داریم وصل میکنیم به استودیو، ببینیم کدام دوست ما هستند و از کجا تماس گرفتند. سلام، شبتان بخیر. عرض و سلام و ادب و احترام دارم خدمت بیننده موفق از ایمان. خداست یک شب بسیار خوب و خوش جذاب آغاز کرده باشی به پایان برسانی. البته وطن دوست یعنی هستم برای خوشتبال هم در شهر کامل. تشکر آقای وطن دوست. در سال 2014 هم همین گونه ای که حالا سر و صدا از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان است، اون زمان هم وجود داشت، ولی در دهه 90 همه چیز تغییر کرد. باز هم قراردادها دوباره اثر گرفته شد و توافق صورت گرفت و حضورشان ادامه پیدا کرد و حالا هم ما در فضا یا در شرایط قرار داریم که رهبری حکومت آمریکا هم به همین باور هستند و نیت دارند که خاک افغانستان ترک کنند و همچنان توافقی که در با طالبان انجام دادند و گفتگوهایی که در زمینه صلح جدی دارد، فکر نمی کنند که باز هم همون زمان تکرار خواهد شد؟ هیچ چیز تغییر نخواهد کرد؟ آمریکا باز هم در افغانستان خواهد ماند و خارج نخواهند شد؟
یعنی ما که تو جایی که فکر میکنیم رئیس یک شهروان که گرد گوشی افغانستان و بیرون افغانستان گشت و گذار کردیم و دیدیم درست دیگه نیروهای آمریکایی که در افغانستان آمده بود بخاطر نیازی سپتامبر فرنو یک سلانه بسیار بزرگ را وارد کرد اونا بخاطر قصد و گری از او آمدن داخل افغانستان به صلاح آمدن که ما گفته در افغانستان جا به جای شدن و حکومت طالبان که یک حکومت برحال بود و حکومت را صلاح سکود و حکومت تازه را به صلاح آغاز کرد درست وقتی که آغاز کرد تا حد آخر تانست که کمک کنه با مردم افغانستان در داخل اول همدردی کنه ولی که نو روی یه رفت در عوض نمی بود که زاد زیور افغانستان را بسا خط ببارن و کلمه اول بخیر پول خط میکرد عوض بگیرن و دوم اینا به حوضه سیما بست که یک گرام مدی بر چهار پیسه کلان به صلاح خرید فروش میشه به هر کس گوشی که از اموال ورسی که بلخصوص نوعی موضوعات مرمی و جنگی و روسی بود در اونها سیما زیاد بسرا کار شده بود اونا را بسر قط بودن و موضوع سرونی که بودن از مواد مخدر اونا علاقمند زیاد آستن که در دفع گوشی افغانستان که مواد مخدر بود تا از امنالا اونا برای خود ذخیره کردن برای راننده های خود و هدف آخریشان مرمی بود که نفوذ اسلام از ضعیف بسازن یکی در ما شما در شهر کابل هستیم یک اندازه فشار تکلیف دیدیم و سلا فشار کبسار کم مدید دیدیم ولی که در عدیهات و اطرافای افغانستان کرد و مربوط افغانستان خیلی در پای تخت نیستان مردم های در دیهات و در اطراف بود اونها بسیار تکلیف های بزرگ از نایی امریکایی ها سپری کردن که خانه هایشان راکت خورد خانه هایشان تو خورد فامیلا و کودک ها و ناموش ها زیر دان سگا هفتید دیگه به اونها چپه های بسیار بیرقم بیرقم انداختن که خانواده خود ما چندین خانواده ما در نزدیک چهارآسیاب میگه به اصطلاح معزز دادیمشان ولیکن بدبخت آنها خود جنگ بود از جنگ دیگه علاوه تقسیم نمیشه اگر این طرف دولت هم بکردی امریکای ها هم دیز بود دیهات هم میدون اگر دیهات کسایی که وقتا میوزن که رقمه و دمتیاری و چستاکی یا سخن میکرد مردم شهرنشین عزیز آزار میکرد این موضوعات ها گذاشت و ختم شد آمد راجی به ختم موضوع از اینا که نه افغانستان را پخش میکنن و میرن بر افغانستان کدام کار خوبی نکردن اگر کار خوب میکنن پیش از اینکه اونا ترک میکنن با پیدا در پلان بندی زندانی اعلان نمیکنن میگه با طالبا که همطور مایده را که امضا کردن طالبا را که امضا کردن که اونا را گفتن که با ما غلط نگی ما با تو غلط نداریم بعد ما خدا تکیب گیتان را بخوریم اینی موضوع را باید نمیکنه اول اما امروی افغانا اونا را هماهنگ میساخت امروی افغانا اونا را میشان صلح صدقاتری در افغانستان میآورد بعد از اینکه میآورد صلاحی که در هر کس گوشی بود درست قدرت بود افغانستان کمکی آمده بود درست طالبها را همش از پیش مستم میکرد بعد از افغانستان را ترک میکرد میرسیم با نیست موافقت دامنه بود دامنه خیلی کمک شنستید ولی که نا یک نطفه شیطان هستند از پیش ما شما که میرن ما شما را بعد پاره جنگی و بعد برابر کشی رو بلی کنن بخاطر از اینکه ما شما میگیم که اصلا نیست ما هستیم و نیروی مخالف ما شما هم که اتصال کنیم با امریکایی ها حاضر شد هر سخن که ما میدانیم به اونا به صلاح هم قول و هم سخن میشه به نیروهای دولتی ما شما که در این خاک افغانستان هستن به خاطر فرده مردم افغانستان یتیم تغییر بیچاره ناموس افغانستان دفاع میکنن به اینا هیچ یارب تابیت نمیگیره و به هیچ مذاکره به اینا حاضر نمیشن فقط نیروه مانه که چون نیروهای امریکایی برای اگر به مون وحشت به مون جار جنجال بتانن دوباره بیان قدرت به دست بیارن خود اگر نیکه نبیاره نیروهای افغانستان نیروهای ضعیف نیست در افغانستان ما شما وجود بسیار محکم داریم شکر خدا نگه پلیس داریم امنیت داریم دفاع خودی داریم هیچ نباشه خودم تمام مردم افغانستان شخصا خود مثل ما خانه و خانواده همون ما یک قیمت بالا داریم شاید که بتانیم اگه نفنی مشروب و از تفنگ و بعد کمشه و به پول پیسه خرید کنیم از قومنه و ناموس و مردم افغانستان دفاع کنیم اگر سن حق کردن خود بهتر میشن این برابرکشی و خانمانسوز جنگ دفاع با پایین میرسن و به تعلیم و تربیه و به سواد نیست ولی که ما شما را کس کمک مالی دیگر به خوبی نمیکنن تمام کشورها تمام جهان تمام مردم از ما شما یک اندازه نفرت پیدا کردن که هر کمک میکنن هر کار بسا تلاش میکنن ما شما رای حل خدا پیدا نمیکنیم میگه بازم توکل به خالق بنیاز خداوند کسی خودمون کمک کنه با اونا رو مدرسی بکنن بفاهمند قبل مردم افغانستان بفاهمند این دنیا را جنگ بفاهمند برسنن اونجا که این کار بکنن هر کدا که تشکر از شما احترام می باشن درست اگر نیکی نکنن هر کدا بشن به شما ایشون بدبین هستن و جسر کدام از وقت خیلی ممنون تشکر میکنم از شما آقای وطن دوست شبتان بخیر موضوع امشب برنامه نظر شما تاکید بر خروج نیروهای آمریکایی و پایان یافتن جنگ طولانی در افغانستان است و به عنوان یک شهروند شما میتونید که ابراز نظر کنید در این مورد و صحبتهایتان و نظریاتتان و دیدگاهتان شریک بسازن حالا هم تماس داریم وصل میکنیم به استودیو سلام شبتان بخیر
سلام بر شما، تماس شما با استدیو وصل است، لطفاً صحبت کنید. علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام، تشکر از اینکه تماس گرفتین، نظرتون را بیان کنند. زنده باشی، تشکر، سلامت باشی برادر عزیز. اینمی آمریکایی که دیدیمی کشور ما آمده، ای به دستور خود پاکستان آمده. تا زمانی که خود مردم همی افغانستان گوشار نشن، حق دسترشان نگه، اسمی زندگی زلطاور است و مرگشان هم مرگ مفاجات است. یعنی هیچ وقت رو به خوشی را نخواهدی. اشتباه در کجا هست؟ چی کار باید صورت بگیرد؟ مسئولیت مردم چی است؟ چی کار مردم انجام داده که حالا کار مؤثر نبوده و برخلاف آنچه که باید انجام میدادن انجام دادن؟ مردم باید اولین کاری که کنه باید بفهمه که دشمنش کی است. درست؟ مردم شکی وقت آقایی مثلا این دایشی که گرفتن میشه، این طالبی که گرفتن میشه، این از کدام کشور است؟ از کشور پاکستان است. بعد از حکومت سردار داوود خان تا امروز نگرم این مردم افغانستان روی آرامه شدیدن؟ از زمان تاسیس پاکستان به این طرف و جز از بدبختی دیچارگی در بدری تا اندازه این شد که بکنن مثلا یک کس به ششمار از اخبار جز گرفتن دو پادیش میکنن، ولی مردم افغانستان این مسلمانیش هم در کجاست؟ در پاکستان فجایعی است که حتی در امریکا وجود ندارد، حتی در بدترین کشور کفری وجود ندارد. ولی اون یه مثل مولوی فضل‌الله میگه که مثلا جهاد در افغانستان فرض است، در حالی که خودش که سپاه رفتش با دفرا در پنجاب پاکستان در فیسبوک ها همگی دیدن. اون چه قصد اسلام است که مثلا خود حکومتش این همی فحشار خودش رسمی اعلان کرده، باز میگه دستور میگه که در افغانستان جهاد رواست. یا این مثلا این حکومتی که خودشان میگه امارت اسلامی در کجای قرآن، در کدام جای عزیز رسول الله گفته که مثلا تو یک مسلمان از بکش؟ زمانی که خالد ابن ولید میرفت در جهاد میرفت، اول اذان میداد که باز ببین از اون طرف اذان نه. بعد از اون شاهد میگرفت حمله میکرد با کفار، این خود محسنه که در راکت میزنه، قرآن شریف هم میسوزانه. مسلمان در کجا؟ این چه رقم مسلمان است که با کفر سرک و او کسی که دشمن خدا و رسول است و با او کسی که کلمه میخوانه از حرفش مسلمان است، او را نابود که به نام کفر. این شد مسلمانی تا زمانی که خود مردم افغانستان دشمن اصلیش نشناسه، به خدا و رسول ایمان نداره، توبه نکنه، اون همون سال 71 از او بدتر میشه. همین قدری که حال اینا میزنن، خود دفتر سید نجیب الله خدا رحمتش کنه میگفت که بیایید صلح کنیم، ولی از این پاکستان آهسته اینا رو نمیمان میگفت نه صلح نکنیم. دفتر نجیب میگفت کافر است. آیا دفتر نجیب خدا رحمتش کنه در پیشانیش نوشته بود کافر یا در پیشانیش جا نوشته بود مسلمان؟ اون همون کاری که سابق اونا میکردن آره به نام طالبی میکنه. فرض و دایش یعنی زینمی تا زمانی که اینمی خود مردم افغانستان مرزاش غلام و زمانش کنید نشه، پاکستانی کشور اعلان نمی کنه. این دلستان جمع باشد، این که بن است، این که مثلا این ترکیه است، یا پلش یک بهانه است، پلش یک بهانه است، فقط نابودی افغانستان در اینجا. تشکر. اگه نمی پاکستان هم بخواهی که نمی پشاور هست مایدهش امضا کنه و آب اختیار آب دریای نمی طرف کنه، که از اینا را اگه به اختیار پاکستان ببانه، به خدا قسم نه سالری وجود داره، نه آدم کشی وجود داره، هیچی، فقط او غلامی مردم ما را میخواه. ولی که مردم ما خودشان و ناکامی و نادانی زدن، این خودش یک قدر خدا و خاطر میگه یک شو میتونه تمام شهر رو روم تو که سیاست مدن حال از این خود این یک قدایی که در سرک میشینه سال و آخرین نفری که خودش فامیده میگیره فعلا دانشمند سیاسی است، ولی نمیفهمه دشمن کیست. یک کلمه گفت بزن خود برو که دشمن همو پاکستان از روم از این مرزون از زمان تاسی سایدنی دیلن این محاسم پاکستان ما رو نابود میسازن، مردم هم میکشن، نه زن هم میمانن، نه مرد، نه افغان هم میمانن، نه تاجیک، نه ازبک، نه زرار. بسیار تشکر از شما، ممنون آقای محترم که تماس گرفتن. شبتون بخیر. تشکر، سلامت بشید. بینده های عزیز، همین اکنون شما دیدگاه ها نظریات شهروندان هم میشنوین و شما هم مطمئنن که همین فرصت را دارن، میتونن که تماس هایتان داشته باشن و ما هم تماس هایتان را به استودیو وصل میکنیم و صحبت هایتان را میشنویم. حالا هم تماس بعدی. سلام، شبتون بخیر. علیکم سلام، سلام عرض ادب خود را خدمت شما و تمام بینندگان محترم تلویزیون افغان. بسیار تشکر. آقای کابولی، بیشتر تحلیلگران و آگاهان امور سیاسی به این باور هستند که آمریکا در افغانستان شکست خورده و در واقع به دنبال خروج و فرار از افغانستان هستند.
شما هم چنین باور را دارن؟ بعد از سلام خدمت شما و تمام نگان محترم. ببینید محترم، جنگ در افغانستان از زمان آغاز شد که کمونیستان خلق و پرچم با کودتای نامیمون گویا هفته سال جنگ را علیه ملت شروع کردن. همسایگان ما به دشمنی علیه ملت علیه کشور ما به اصطلاح عمدن و قصدن دزبکار هستن. این ناشی از آن کودتای هفته سال بوده که متعاقبا ارتش متجاوز شوروی وقت بر کشور ما تاخت و بیش از 3 میلیون افغان ما را در اون زمان به نام اشرار کشت و بیش از 8 میلیون افغان ما را عمدن و قصدن مجبور به کشورهای دور و نزدیک آواره و مهاجر گشتن. یک مسئله و دیگه ای که ببینین امریکایی ها هم یعنی به اهدافشان رسیدن. اهداف شوم امریکایی بود که فعلا میبینیم جنگ در کشور ما ادامه داره. یه هم سلسله همون کودتای نامیمون هفته ثور است که در زیر پای اشغالگران شورایی ها افتادند و همون سلسله ادامه داره. از ملت یعنی جنگ از بیرون افغانستان بالای ملت ما تحمیل شده. شما اگر با گزارش امروز امریکایی ها توجه داشته باشید، وزیر خارجه امریکا وزیر دفاع امریکا اعلان کرد که 3 سال قبل امیر آکتای فیلی را که به اسباب افغانستان وارد میکنن جهت تامین کردن خروجشان این در هلمند اینا استفاده کردن. امیر قسم اتحاد جماهیر شورایی و از بمهای اوراگان نیپال و به اصطلاح راکت های اوراگان و اسکت علیه ملت ما همیشه دستبکار بودن و علیه ملت ما استفاده کردن. لیکن پرسش در اینجا هیچ سیاسیون ما همیشه و خود نامدن قربانی ملت را در زیر پای اشغالگران گاه اتحاد جماهیر شورای وقت و هم در زیر پای امریکایی ها قربانی گرفتن. منافع اولیای کشور را مد نظر نگرفتن. ببینیم در زمان اشغال امریکایی ها هم بیش از 1.3 میلیون افغان ما، یعنی گفته میتونیم 13 لک افغان ما کشته و زخمی و ملک ما ویران هست. ما این شهرها را ندینیم. دمی چند روزی که گذشت ما شاید بمباردمان های هوایی در نقطه از کشور خود بودیم که درست. شامل کشته شدن زنان و اطفال و مردان بوده. دیگه جنگ بیرونی امریکایی ها به اهدافشان رسیدن، چون ملت ما قبل از یک پارچه بود و یا پارچگی رسیدیم در زمان تجاوز اتحاد جماهیر شورایی وقت. از هموطنان ازاره ما گرفته تا پنشیری ها تا جنوبی وال و تا بدخشانی ها هم علیه قشون ارتش متجاوز شورایی وقت زیر یک بیرق جنگیدن. اونا خوار زبون از افغانستان خارج بلکه اتحاد جماهیر شورایی وقت و تجزیه روبرو شد. و شما شنیدین که ترامپ اعلان کرد اگر ما در افغانستان 1000 سال به جنگ مردان هست که در مقابل ما 1000 سال می جنگن و تکبر. این هم اعلان داشت که کسانی که بر افغانستان حمله کردن احمق بودن. لیکن اینا همون سرانشان که عبارت از بوش بود، پرزیدنت بوش، سکوت را اختیار کرده، احمقی خود را پذیرفت. اینجا حامیان داریم که زیر نام اشه از اشغالگران به نحوه به اصطلاح پشتیبانی میکنن که ایران است و پاکستان است. تو چه کردی در مقابل ملت است؟ الان در شهر کابل ببینیم خانه های ما را ایرانی ها یا پاکستانی ها یا روس ها غصب نکردن. یعنی خود هموطنان ما به نام به اصطلاح زورگوی و مقاومت و نمیدانم فلان و فلان. تشکر از شما. گوشه کابل را ببینیم غصب کردن. دیگه وقتان تمام است. امریکایی ها به این تو هدفشان هم رسید که ببینن اقوام ما را، یعنی اقوام با هم برادر را در میان خود انداختن. چهرهای خائن را در رأسی چه بسا احزاب قومی مانند جنرال دوستم و محقق و دیگه بالای گردهای مردم حاکم ساختن. این ناکامی ما تا شما دیدن. بسیار تشکر از شما آقای کابلی. فرصت شما تمام است. محترم حرفای اخیر خیلی کوتاه. ببینن که خود بهمی جو بایدن پیش از اینکه برای ریاست جمهوری برسه اعلان کردن که افغانستان را دیگر توحیدش برای ما قابل پذیرش نیست.
بالای اقوام به تو حساب کرد و تجزیه کرد. امریکا دشمن است، دشمن بوده و دشمن خواهد بود. دیگه بنان برتران ما و ملت مسلوب اراده ما که به خود دهد از جنایتکارانی که بغارت کردند در پای اشغالگران. بسیار تشکر. در زمان شوروی افتادند. تشکر از ایشون که تماس گرفته بودن، مجبور شدم که تماس شونه قطع کنم. بیشتر صحبت کردن حدوداً 5 دقیقه، ولی ما خواهش میکنم از همه عزیزانی که تماس میگیرن در برنامه وقت مد نظر بگیرن، بیشتر از نهایتاً 30 دقیقه صحبت نکنن تا اینکه فرصت به همگان داده شود و نظریات بیشتر در برنامه نظر شما داشته باشیم. و حالا هم که تماس داریم وصل میکنیم به استودیو، ببینیم کدام دوست ما هستن و چی گفتنی دارن. سلام، شبتان بخیر. تشکر. آقای کریمی، فکر میکنند که آمریکا در جنگ افغانستان شکست خورده و یا منافعشان تأمین شده و به دست آوردن منافعشان را و حالا حضورشان منفعت ندارد و به دنبال خروج هستند؟ باید با جواب شما گفت که آمریکا فعال فعلا مثل عروس در گریز است. درست؟ آی می این سرمی حرفای آقای کابلی کمی شور می خورمی میگه کمونستان ناشی از این بوده ناشی از او بوده. او برادر چرا به خاطر خدا حق میگی؟ حالی او کمونست شد یا سوسیالیست است؟ یک گروه با میگه در وقت جهاد کنی یک پارچه بود. اگر یک پارچه بود چرا هفت تنظیم بود؟ او بر آقای کابلی من خودتا میگم دوزا میگی دوزی کو کاروانا میگی خبردار. یکی را خوب میکشی دیگر را بد میکشی. او برا در یک اپ بزن که به درد ملت بخوره، به درد تحمی جامعه بخوره، یک صلح را در میان بیاره. این گفایی که میار کنی شما صحبت میکنین اولین کلمه شما خلق و پرچم هست. حال امو پرچمی امو خلقی من میگم قسم به خدا است که 60 سال عمر دارم، نه در کدام تنظیم هستم، نه کدام حزبی، نه کدام سازمانی، ولی یک افغان هستم، واقعی مسلمان هستم، واقعی عاشق وطن ما هستم. درست. حالی او رو فکر کن کمی شور میخوری میگه کمونستای تو کد، سوسیالستای تو کد، از من افهم خلقی و پرچمی. حالت آقای کابلی شما لطف کنین امیت بلدنگ کمونست ما را نشان بدین، از خلقی را، از پرچمی را، از بشمول امو دکتر نجیب که در مکرانا زندگی میکرد، در بلاد زندگی میکرد، تو خود مرا یکی را نشان بده. نه این سر مسئله امریکا آن اضاف خود گرفت. درست. و در این 20 سال که اینجا بود اگر 20 میلیارد و میلیاردر را نمی کن چه درگاهی مصرف کرد و ازاران همه قدر برد از اسبانهای افغانستان. او با مقصد خود رسید، فهمید که دیگر بیادر من نمی کنم اینمی بیشی بست ما با مقصد خود رسید. حال پای خودم می کشد از افغانستان. حال ما دولت از جمهوری اسلامی افغانستان است که باید در ملل متحد پیش شو عریضه خود پسته که تو برای من تا 2024 کده من ماده امضا کدی و پیمان امنیتی امضا کدی کونت هم شور بده نمیتونه اگر مبرایی حال مبرایی همی دقه برای ولی تا 2024 مرا تمویل میکنی اثر نگاه. یک نقطه دیگه که پیشتر یک مصاحبه یک دوده بسو نبود یا چی بود در تونر نیوز یا در افغان چیز بود در آریانا نیوز بود درباره از این که طالبا با سیاسیون برای هر کدامش خط روان کده با شمول دکتر سید عبدالله که نمی خواهم هدف دیگه از یا چیز می خواهم که جمهوریت را تار و مار کنن، دفنشان درس پاسن، پارچه پارچه کنن، سیاسیون را پارچه پارچه کنن، طرفدار به خود بکنن. او برادر او سیاسیون فکر کنین که فریب دشمن را نخورید و خدا قسم که در باندشان برین، در گروهشان برین، بالاخره شما یکی در میز محاکمه تشان بستین و در چوک کابل ادام هستین. ولی اتفاق اتحادتان از دست نتین، 20 ساله همی دستاوردهایتان از دست نتین، در حکومت هستین، فعلا نفوذ دارین و خاطر خدا یک بار تشکرین زیر چتر امی پیدت جمهوری اسلامی افغانستان یک صدا بلند کنین. درست. یک مشت آهنین بلند کنین از این وطن، از این خاک، از این دستاوردهای 20 ساله دفاع کنین، حمایت کنین.
نه قبلی نبشنن، نه ازا نبشنن، به خاطر خدا همه چیز داریم به داخل افغانستان. اگر در رضاباتی بودین، تا بلدنگ بودین، تا خارج داخل همه چیز داریم. شما در 20 سال دستاوت داریم، برای خودتان هم کردین، برای دولتتان هم بکنین، حال عزیب آباد داریم، ملت بکنین، دوبال برای خود کردین، حال به خاطر خدا یک تعود واقعا افغانی بکنین، امرای دولتتان یک بارده شوین، یک دست کرن، یک مشتحانین شوین در مقابل آیسای پاکستان و سیاهی امریکا. بسیار تشکر از شما آقای کریمی، ممنون از این که تماس گرفتن. شبتان بخیر. تشکر از شما، خوب بخیر. سپاسگزار از ایشان که تماس گرفته بودند و حالا هم میریم سراغ تماس بعدی، ببینیم کدام دوست ما هستند. سلام، شبتان بخیر. سلام، شب شما بخیر. تشکر میکنم. اسم شما و از که تماس گرفتن؟ درست آقای ایسان، مسئلهتون درست ندارم، یک موقعیت بهتر اگر اختیار کنین خیلی خوب خواهد شد و میخوام کی سوال از شما داشته باشم. با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بیشتر از پیش نیاز است که میان رهبران سیاسی و بزرگان افغانستان یک انسجام و وحدت شکل بگیرد و به وجود بیاید تا اینکه مدیریت کنند سیستم افغانستان، نظام افغانستان و همچنان بگونه درست بتوان که بحث امنیت، بحث اقتصاد و همچنان موارد دیگه ای که وجود دارد را مدیریت درست کنند. چقدر فکر میکنند که این انسجام و این وحدت شکل خواهد گرفت و به وجود خواهد آمد؟ تشکر درست. و آمریکا ما به طول 20 سال متوالی از ما حمایت کرد و پس از اون تا به حد حدود حمایت میکنه. ما باید انتظار بیشتر تر از بیگانه ها نداشته باشیم. ما باید واقع روز واقعی در پای خود استاد بشیم، واقع تا عبد نه وابسته به یک بیگانه نباشیم. ما باید از خود فروختگی و از مزدوری بیرون بشیم. یعنی واقع باید ما به این بیشتر تر روی توجه و فکر کنیم که ما به این نیاز داریم که روی پای استاد شیم. برادر به خدا قسم با این که نان خشک آدم بخورم مدتی کار نمیشه، میشه که ما برای یک مدتی گوشت و پلو نخوریم و ما نان خشک خود خود بخوریم و علاوه سر پای استاد شیم، از مزدوری بیگانه ها بیرون بشیم. اینو کسایی که چی در مخالف حکومت چی در نظام جنگ میکنن، اینا با خاطر عز قدرت و با خاطر عز چوکی خود جنگ میکنن. ما در حکومت نداریم بلکه دولت داریم. دولت به این معناست که خلاصه کنه یک صاحب زیاد سرمایه‌دار هم میگه فلانی آدم دولت داره، دولت به فکر منافع جیبای خود خود است، به فکر شخصی منافع خود است، یعنی فقط پول جمع میکنه. یعنی برای واقعیت یک سرنوشت منطقی، یک مثال به شما بگم، یک کاری که واقعا مشروع باشه و مردم افغانستان به یک چارهای روشن قرار بگیرن وجود نداره. ما امروز به یک سردگمی به سر میکنیم که فردا سرنوشت و ملت ما واقعا نمیفهمیم که به ناکجا آباد به سر میبره. بگی که واقعا امروز طالب ها ما میبینیم که در تمام ولایت ها تا دروازه شهرها رسیده. بگی که چی وقت به کدام شهر داخل میشه خدا خودی بیتر خبر داره. سرنوشت قندوز چند وقت پیش ما آگاهی داریم، سرنوشت غزنی را آگاهی داریم. کمال و جان مردم واقعا به نوی عدد از اینا در امان نبود و چی صورت گیری. و امروز من جدا تقاضا میکنم از او بزرگ مردایی که واقعا ایت و تندستی دارن، واقعا مسلمان هستن، اگر چند نبا به مسلمانی خود خواهد با خصوص خود خواهد درست ما نبیل در شهر دارم، من
پنج وقت نماز میخونم روزانه احتمال داره ده مراتب سوری علنده بخونم، اما والله بالله ما معنا سوری علنده نمیفهمم. زمانی بر اسمان خدا چنگ زده میشه که خلاصتون به قرآن عمل کنه. ولی متاسفانه در یک مسجد داخل شیم 100 نفر مقتدی، ما مطمئن هستم که 90 نفر یاد نداره که اکثریت آیات مبارکه قرآن که اینا چی معنا داره. از ما به مسلمانیت ما واقعیت جای شک به گمانیت وجود داره، چرا که این بزرگ مردم ما رو برای درست ثبت ندادن. همین بزرگای ما از اینا چیزی برای ما میراث مونده، ما خودفروشی ملل هست و به نام تبعیض، به نام تفت جنگی و گست جنگی و سک جنگی و مرغ جنگی و خلاصه به دومه کش خاشخاش و غیره چیزهای نامشروع. همین طبقی جوان هسته که امروز با ای که ما من نظر به سنگ کرارم در روزی که خود یاد میرم در داخل مرمی به دنیا آمدم، در داخل مرمی زیست کردم و در داخل مرمی امروز بزرگ شدم، میشه مثال بزنم. اما امروز گپ از جنگ نمیزنم، امروز گپ از صلح و آسایش و آرامش میزنم. در دنیا تنها پیامم، تنها آرزو خواستم والله بالله صلح است و امنیت در این مملکت است. ولی بعضی بزرگا فقط به منافع شخصی خود فقط میگن، اگر حرف میشه اون گپ با آقای رئیس جمهور ما نشست میگه فقط دو گزینه داریم، بسیار شکر. در مذاکره سیاسی بیاید خلاصه بده اون چمکیار با ما بین خود رو تقسیم کنه، یا از که خلاصه بده اون جنگ میکنه که کشته میشه نه بچه و نه برار من هم نه بچه و نه برار شما نه خلاصه بده شما با میترید چمکی خود حفظ کنه ما با میترید. آقای احسان ممنون از شما، فرصت شما تمام است. امید که کوتاه بگم درست. فقط تنها چیزی که واقع سرنوشت ساز است است که جوانها و او خواهرها و او برادرهایی که واقع عیسی و تندرستی دارن در مقابل از اینو استادگی کنن، صدا بلند کنن، سکوت نکنن و صدا بلند کردن دینیست که دولت تخلیف کنن. تشکر. ما میتونیم در صورت بسیار کاملا واضح آشکار و به صورت مسلحاتامی صدا خود بلند کنیم و از مشکل خود و واقع دستی حکومت و از مخالف حکومت بخواهیم. بسیار تشکر. ما میبینیم که واقع مردم و چی دست پنجه نرمیم و تشکری میکنم از شما و تمام دستان سرکاران تلویزیون خوب افغان. خیلی ممنون از شما و شبتان بخیر. بیننده های عزیز، برنامه نظر شما هست، از خودتان هست. این برنامه به خاطر شما شکل گرفته، میتونید که آزادانه از فرصت استفاده کرده تماس سایتون داشته باشین در برنامه و نظریاتتان همچنان میشه که شریک بسازن و در خارج از موضوع برنامه هم اگر چالش مشکلی وجود داره میتونن که آزادانه در برنامه تماس بگیرند و صحبت هایتون داشته باشین. و حالا هم تماس داریم، وصل میکنیم به استودیو ببینیم کدام دوست ما هستن. سلام، شبتون بخیر. سلام، شب شما بخیر. اندرابی هستم. تشکر آقای اندرابی که تماس گرفتین. ما میخوایم که سوال از شما داشته باشم. رئیس جمهور آمریکا میگه که جنگ طولانی افغانستان باید پایان یابد و حالا این سخنی که بیان کرده، آیا واقعا نیت و اراده پایان جنگ افغانستان را دارن یا ای که به نحو میخوان که خاک افغانستان را ترک کنند و مردم افغانستان و افغانستان به حال خودشان رها کنند؟ تشکر. سوال دارم. اول سلام به شما و کارگلای تلویزیونتان. تشکر. یک سلامی مجدد به تمام ملت افغانستان به نیروهای امنیتی خود. تشکر، لطف دارید. سلام به مریضا و به زخمی های ما و سلام شفا می خواهیم. سلام به شما و کلگ بیستا. ممنون شما. اگر ما یک دو سه گفتنی دارو مجدد میگم. بسیار خوب، بفرمایید. کسی اگر در پایین متن تلویزیون شما خطی که نوشته از اگر با ما متن سخن میزنه گر میزنه خوب نمیزن لطف از قطعش کن. یک دو، کسی اگر با مجاهدین توهین میکنه، به خلق و پرچم توهین میکنه، این هم خطش کن، این ضرور نیست وقت رو ضایع کنه. دو سویاماش همی که هر کس به هر اندازه خودش گپ بزنه، به توانی که داره گپ بزنه، از این توانی خود گلمش رو برای پاک درست کنه. درست. نه دیگه چه بلا آمدیم در راجع به یک امریکا شوروی در افغانستان آمد، چی فجایی و کشتار انداخت. آخری وقت در دانه جبلسراج سالنگ بمبارزمان کرد، مردم کشت، خیز رفت از پلی ایلزان تیش رفت. امریکا هم همچنان با همو اهداف چومش که شوروی از شوروی پن نگرفت، آمد داخل افغانستان شد، اندناتی ما را، رسم رواجی ما را، افغانیتی ما را، برادری ما را، کلی ما را برهم زد، خاک ما را خراب ساخت، ملت ما را تباه ساخت، با عملیات های شبانه خود مردم را کشتار بیرحمانه کرد و این روز گروه طالبان هم در آغوش خود گرفته، در دعا و
در استانبول به یک بانر انداخته همی خلیلزاد دیروز در زیری متن تلویزیون داشته بود که اگر صلح نشود یک جنگ طولانی پیش رو است. تو خلیلزاد آمدی 6000 نفر اینا کردی خیلی رفتی جنگ از چند زاهی تو کافر لعین تو عزد ما عزد خدا مالی گذاشتم که چون ملت افغانستان امروز 100 نفر 300 نفر روزانه کشتن میشه و از کارکرده خلیلزاد است. درست اگر میمون که ملت افغانستان همه در اگیری که به 400 نفر اشرفانی کرده بود بدیگرش هم میکرد ما امروز به این حالت نمیرسیم. حالی که امریکا میخیزه از افغانستان میبره خدا وقتا گمش کنه براوا. اگر افغان ها غیرت و غرور افغانیت دارن بفرماین بشین به میز مذاکره یک مشتوانی دیگه به دان امریکا و شروعی بزنه که ما افغان ها اگر تکه تکه پارچه پارچه بلیم امرو در مساله ملی در سلو آرامی کیمته خود یک دست هستیم. درست آقای اندرابی هر کس از کشوری چی میگه دین از افغانی رفت در پاکستان با اونا دیگه بازید کرد معلوم نیست که موضوع بازی در امریکا ایچ پاکستان با اون چی داد داد اونش معلوم نیست. جوی بایدن دین از در سرا و ولسی جرگه مثل بیانه داد و گفت که افغانستان با جنگش ختم شده. این به یک گفت دوی ما را خوش نزده که جنگش ختم شد. کل دنیا میگه که جنگ افغانستان ختم شد ولی جدیت برای زندگی این به کار میره که پایده که بند کنی 6000 طالب اعلام کنی پایده بند کن سلام سرش آتشبار هم سرش قایم کن و سلام سری بیاد. درست تشکر. ولی میخوام که این سوال هم از شما داشته باشم آقای اندرابی، نقش خلیلزاد از شما در روند صلح چگونه میبینند؟ آیا واقعا به خاطر به نتیجه رسیدن این روند تلاش میکنه یا نه اهداف آمریکا را دنبال میکنه و بیشتر به آن تلاش داره؟ خلیلزاد از دو سال به این طرف اضافه تر از دو سال میشه که افغانستان میرم یا اگر مصارف رفت و آمد دیگر بسنگی دیگر بسنگی برآوری یک خرچ یک دولت افغانستان یک ساله شد که تهرستوانی که رفت و آمده و او به افغانستان خدمت نکنه. ما میگم من به دوستایی که میشنون بازن گفت من اگر من خلاف گفتم برای شما بودن که من خلاف گفتم من بشنم که من زر خود داشتیم. خلیلزاد به وطن خدمت نکنه. خلیلزاد از برای تشکر از شما برخی مزار شریف هست این با میشناسم بیت به بیتره همین دو سالی که خدمت فقط مصروف ساخته نیروی افغانی ما نیروی دولتی ما کشته شده. شما خبر گیرید که هر روز میگذره نیروهای ما کشته میشه خون یکی به گردن خلیلزاد است. چرا که قاطی درباره سر افغانستان کار نکرد بلکه امریکایی ها را سلح کرد امریکایی ها را کشتن خلاص کرد و اونا را یک رفته مسئول از افغانستان برشان مساعد ساخت. تشکر میکنم آقای اندرابی، ممنون از اینکه تماس گرفتن. شبتان بخیر. ما فقط یک مفتن دیگه بازم دارم به تمام دوستای خود که دیگه بلیاز خدا از یک پای از یک خلقی رقم کرد مجاوی رقم کرد نه خود در زمین بکن نه دیگه بکن هر چی بود گذاشت رفت در زمین ساتی که سبا فیلن شروع میشه از زمین. ما بازم با یک چیز پیشنهاد به کلی دوستای خود دارم که زیری خط تلویزیون نوشتن که در مورد خروج امریکا هدف شما چی از چی واقع را خمیده ما میفهم که جنگ یه یک چیز برزام بود که امریکا و شوروی در افغانستان ناکام شده اشرف غنی حکومت به دست طالب میاد طالب دایش یک جای میشه امریکا از بعض اون جای خود میزنه و شوروی از جای خود مثل سوریه و مثل لبنان وری افغانستان تکه تکه میکنه. این آخرین مرحله است. خلاص تشکر شبتون بخیر. این بازی بعد ممنون از ایشان که تماس گرفته بودن. همچنان وقت داریم، حدودا 10 دقیقه فرصت داریم و شما میتونید که از این فرصت استفاده کرده صحبتایتون را داشته باشین. دو تماس بعدی یک انتقاد بالای خودت دارم. 15 دقیقه یادم داده قجب زد اون کارم. اول خودت میگی که من قطع میکنم قطع هر کسی که از 3-3.5 دقیقه زیاد جب زد واقعه احمد کابلی تکراری جب میزنه یه از افغاند افیدالله امین است که مردم زنده به گور میکرد امین آقای احمد کابلی اولی خود کابلی نیست کابلی کابلی و خواهی نمیشه درست اشرار نمیشه روشن فکرا بود مردم کابل با فرهنگ با کلتور مردم بود گرچه کل مردم افغانستان خوب بود اما مردم کابل با فرهنگ ترین مردم بود که یک وقت غیر از قلم طلا و کارد و
تفنگچا و چیزا رو نمیگشتن. احمد کابولی از سفارت پاکستان رهبری میشه. خب درست است، گذشته از این موضوع میخوایم که نظر شما را داشته باشیم. بایدن بگویم که آقای جو بایدن سرپرست مذهبی رسمی که در مراسم به اشتراک کانگرس ایالات متحده امریکا اشتراک کرد، اعتراف کرد که اقامت بن لادن نگفت که در کجا از بین بردیم. اگر امریکایی ها بفهمد که اقامت بن لادن خودش در پاکستان از بین رفت، برای طالبات پاکستان از بین رفت. در زمان رونالد ریگان که آقای خلیلزاد سخنگوی ریگان بود، در اموجا برنامه طالب طرح شد. پیش از او در زمان انگلیس ها برنامه که در نهضت اسلامی بود، انگلیس ها طرح کرد که اسلام در افغانستان از بین اسلام جعلی ساخته شد به نام نهضت اسلامی و گروه های اخوان المسلمین. به نام اخوان المسلمین که پسان بعدن به نام اخوان الشیاطین مسمی شد. و اینا به کشتار مردم افغانستان از زمان ظاهرخان، داوودخان، زمان انقلاب افتصار و اکنون پاکستانی ها اینمی گروه های تحت نام جهاد و مجاهدین ها تربیه کرد و ماشش انگلیس، امریکا، عربستان سعودی داد. چرا مردم حقایق نمیگه؟ چرا نمیگه که مردم افغانستان خودش وطن خود خراب کردن، پس رفتن از کشورهای پاکستان، انگلیس، ایران، امریکا پول گرفتن آمدن وطن تباه کردن به نام اسلام؟ آیا در جهان دیگه کشورهای اسلامی نیست؟ همین افغانستان است که اسلام به خطر است. امریکا پایگاه نظامی 60 ساله در عربستان سعودی داره و جدیدترین دو پایگاه دیگر هم در عربستان تاسیس کرد. اینجا جهاد نیست، مرکز تروریسم بین‌المللی را امریکایی‌ها در جنگ سرد و جنگ گرم در پاکستان ایجاد کرد و در ایاتابات پاکستان اسامه بن لادن که یکی از شرکای آقای دبلی بوش، پدر بوش بود، در شرکت نینکال نفت بین‌المللیش تجارت میکرد. خود اسامه طرفدار امریکا بود و خاطر از اینکه امریکا بخواهد یک ضربه قوی سرمایه‌دارای جهان بزنه، در 11 سپتامبر مرکز تجارتی نیویورک امریکا را منهدم کرد و به بهانه از اینکه خودشان طالبان را در افغانستان ساخت باخت کرده بودند، به کمک انگلیس و عربستان آوردند. ما از آقای جو بایدن میخواهیم که وقتی افغانستان تا آخرین سرباز تا 11 سپتامبر از افغانستان خارج میکنی، اینجا باید در کنفرانس کنگرس امریکا میگفتی که مسئله طالبایی که ما ساخته نی چطور میشه؟ آیا بدون ضمانت که گروه وحشی را آمد ایجاد کردی تا نام دین اسلام و نام طالب که اصلا طالب هم نبوده از گروه های جادی و مجاهدین در افغانستان ساخته شد و اینی کلش اعضای حزب اسلامی و خالص و مجددی و نمیفهمینوهان محمد نبی محمدی و اینا تماما تشکیل مجاهدین و تشکیل خلقی های شانواز تنهی در بین طالب ها وجود داره؟ ما از آقای جو بایدن میخواهیم که اگر دموکرات هستی با جمعیت سناتورهای امریکایی جواب بده و بر جهانیان ثابت بسازی. شما زمانی که در افغانستان آمدی تحت نام از اینکه ما تروریسم از بین میبریم، در 20 سال که شما در افغانستان بودی یک روز پایگاه طالبان را بمبار کردین. اما در زمانی که حکومت دکتر نجیب بود، زمانی که بانک پاکستان سر جلال آباد شلیک میشد در مرزهای پاکستان و احمد کابلی میگه که باور کنه از زمانی که اخوان الشیاطین در افغانستان فعالیت میکنه، از دوره ظاهرشاه از سال 1343 که گلبدین رهبری از او را داشت، تمام هم روشنفکرا، دانشمندان، معلمین، محصلین کل قتل عام شد، تا مامورین ملکی، تا مردمان بیطرف. تشکر میکنم از شما، فرصت تمام است. کسایی که در برنامه شما زنگ میزنه چون تحلیل درست نداره، ولی از خودم و من از شما و آقای احمد شاه گنزه خواهش میکنم که صدای ما را قطع کنین. اینا وقت برنامه شما را میگیره. بسیار تشکر. پای تکراری دائما میگه ما زیربنایی کب میزنم، ما ابر ثبوت کب میزنم. در افغانستان اگر انقلاب اقتصاد نمیبود، آسمان خراشا را مجاهدین از کجا میکرد؟ اگر اون مردم در کیفیت تحول بنیادی در زندگیشان رخ نمیداد، حکومت شاهی و مشروطه و حکومت قلابی داوودخان به نام گرزنگ ملی یا ستمی ملی آقای شفیق در افغانستان وقتتان تمام است، تشکر. بانکور ایجاد کرده بود و بچه غریب درس تعلیم خوانده نمیتانست. تشکر از ایشان که تماس گرفته بودند. بیننده های عزیز، در نخست برنامه هم من همواره تاکید میکنم که وقت مد نظر بگیرن و خیلی خلاصه کوتاه فشرده و مبتنی بر حقیقت بیان صحبت داشته باشن و نظریاتتون صمیمانه بیان کنن، ولی بعضی ها مد نظر میگیرن این موارد و بعضی ها نه. امیدوار هستم که در شب های آینده به این نکته و به این مهم بپردازن و دقت داشته باشن. ولی حالا هم فرصت داریم آخرین تماس را وصل میکنیم، ببینیم کدام دوست ما حسن از کجا تماس گرفتن. سلام و شبتان بخیر، خدا معرفی کنند.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر. یادت اومد نیوستوری تمام تماس هستم. ممنون شما. برادر عزیز، ما شکست امریکا را به تمام ملتش، به تمام امت اسلامی جهان تبریک میگم و خصوصا به خصوصا به ملت مسلمان افغانستان تبریک میگم. خروج افغانستان و شکست خروج امریکا از افغانستان و شکست امریکا از افغانستان. این سوم امپراتوری جهان است که در افغانستان الحمدلله شکست خورد. این یک افتخار است به ملت مسلمان افغانستان. کسی که مسلمان است و کسی که وطن دوست است، کسی که واقعا وطن پرست است، این افتخار به تمام ملت افغانستان است. چه قوم پشتون است، چه قوم هزاره است، چه قوم تاجیک است، چه قوم ازبک است، چه قوم های خرد کوچک دیگه است. و تمام ملت مسلمان افغانستان افتخار است این کامیابی. اگر کسی مسلمان باشه واسن وطن درست است. درست آقای مجاهد. درست آقای مجاهد، اما در داخل افغانستان و در داخل ایالات متحده آمریکا هم بیشتر سیاسینشان اعضای کانگرس باورهای متفاوت دارن نسبت به خروج آمریکا. بیشترشان میگه که بهتر از خوب است، ولی بعضشان انتقاد میکنن، میگه که افغانستان یک بار دیگر به یک دوره تاریک خواهد برد. نظر شما رو میخوایم که در این مورد داشته باشیم. برادر عزیز، کسای توی دلیپی سال سرمایدار شده، خوبدار شده و زمین ها و قصد کرده و کسای که کمونیست ها بود که از سرس مجردین زبت دادن همی خلستن و در اشغال امریکایی ها همی کمونیست ها لیتون صاحب چرخی و قدرت شدن، اونیا گفهای میدنن که اونمون یا خو مزدور است، همی مستر و مزدوری خود از سرسی افریقا باشد که ورود سنگلی که چین باشد از از کپر سبا نگوید خلیقا پسکمی ها در مزدوری هم مستر شدن یا هیچ وقت نه وطن دوست هستن، نه وطن دوست هستن، نه وطن دوست هستن. من میگم برای که جمهوریت اسلامی تمام جهان یا را به دستنک نوخته امی رئیس جمهور سابقه امریکا این رئیس یک شرکت نبود، این رئیس یک مملکت ابوالقدرت بود. امراه زیر وجود امریکا، استخبارات امریکا، پلیس امریکا، کانگریس امریکا، تناول، جلکش، کل کسی ها همدست بودن که ترام اعلان خود است و شکست خود اعلان کرد. بسیار تشکر. روزی مجاهد امارت اسلامی را اعلان کرد. تشکر میکنم. من میگم برادر عزیز، ما بس برادرهای عزیز خود میگم که شما اگر از افغانستان هستین، افغانستان را دوست دارید، از این جفای پرشده و جفای که ناکام شدین، شرمنده شدین در وقت که کمونستا یک شکمتان بس است که مجاهدین افغانستان بینی شما را تحت بازارهایتان در زمین مالی، از افریقا و منطورهایتا بینی شد در زمین مالی. این همی مقدس اسلامی یکان نفر میگه که از پرشده بانا دوست ده. و ما شدبان ها از افتخار شده، ما افتخار سرش میکنم، ما تاجک هستم. به خاطر از اینکه افتخار شدبان که امریکا را شکست داد، برای ما افتخار است. تشکر از شما. مسلمان باشه، وطن پرست باشه، از این خواب باشه و کسایی که مزدور باشه خود در این ناکامی را به شریفان آزده و تسکر. بسیار تشکر، وقت تمام است. حکومت اسلامی و مدنی در اینجا 2 میلیون خون تهید شهیدار اختق 2 میلیون انسان هایی که به خاطر خدا جهاد کردن و گناهشانی بودن که لا اله الا الله محمد رسول الله می گفتن و همین کمونیسا یا را در زندان می گفتن کس شده در زندان شهیدن شکر. کس شده در زندان بمبای نیتان و اولگان و سکات و چیو چیتو همین پغمان ما در روز به پغمان ابی دکتر نجیب به تمام افغانستان اوربند اعلان کرد. تشکر از ایشان که تماس گرفته بودند و اظهار سپاس و امتنان از همه عزیزانی که تا اکنون بیننده برنامه نظر شما بودند و تماس گرفتند در برنامه. وقت برنامه تمام است. ناگزیر با شما خداحافظی کنم. تشکر از همه ایتان و تا درود دیگر. همه ایتان به خداوند یکتا می‌سپارم. شبتان بخیر. خدا نگهدار.